از دولت نعلین محروسید، از دولت نعلین محروسید. کین کهن قبای دم در پشت ندارد، کین کهن قبای دم در پشت ندارد. از گلپاس، از گلپاس در کنسرت های اروپاییش و امریکا و کانادا این رو اون سال خوند روی استیج، در همون هنگامی که تا به امروز دارن قتل و خون و کشتار انجام میدن. تابوت، هر تابوت گلپا تابوت و تا خوند، هر چه خوند، از پیر مغان در خرابات مغان نور خدا میبینم. این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. 17 سالش بود اینو خوند. یاد شهیدان عمرای ارتش شاه، ایران ویران شده، این دیگه آخر کار این هاست. همینطور این بود گلپا. لباسی که امروز میبینید من پوشیدم، از این کلاه که سرم گذاشتم تا لباسی که بعدم عوض میکنم خواهید دید، به یاد گلپاست. اینها تحفه های گلپاست برای من، ارمغان های گلپاست. هرگاه که میومد پاریس تا میدیدمش نشست، گلی اون ساکو بده به من، هدایا و تحفه‌ای که برای همه ما آورده بود میداد. همه آنچه امروز میپوشم به یاد گلپاست. این کاسک، این کلاه رو با هم در تورنتو خریدیم، اونم مثلشو داره. هر چیزی که برای من میگرفت خودش هم مثلشو داشت و داره. من پروانه میخوام از همه مهربان یاران که چند وقت پیش من گفتم برین خونه دیدن گلپا و همه تون رفتین، خیلی ها رفتین، بچه ها از شمال، از آذربایجان، از اصفهان، از جنوب، از بلوچستان رفته بودن در خونه، در زده بودن. گفته بودن سیاه شبستا گفته اگرم شما در با نکنیم و بایستیم تا گلپا رو ببینیم. خیلی خوشحال شده بود گلپا، خیلی خوشحال شده بود در دیدار همه شمایی که تونسته بودید برید تو و اونو ببینید، با اونهایی که نتونسته بودن سپاسگزار. مردم بزرگواری داریم ما، خیلی مردم بزرگواری داریم، انسانهای پاک، ارزشمند، نازنین، کسانی داریم که در تاریخ بی نظیرند. اگر گلپا در تاریخ بی نظیره، شما مردم هم بی نظیرید. درود بر شما، درود بر شما مهربان یاران عزیزم. این کتو در استکهلم با هم خریدیم، مثل گوش و گلپا داره میپوشید. خاطراتی از این کت هست که براتون تعریف کردم، میشنوید میبینید. امروز که گلپا نیست
اینجایی که من نشستم جایی که آخرین بار که پیش من بود در پاریس اینجا نشسته بودیم با هم، دخترم شیوا و من باهاش مصاحبه کردیم، با هم گپ زدیم، اینجا کباب خوردیم، آخرین دیدار اینجا بود. و بعد که رفت دیگه پیوندها، تماسها باهاش تلفنی بود. اونیست ولی هست، صداش همیشه جاودانه، یادش همیشه جاودانه، جوان مردش همیشه جاودانه. به جاش گل گذاشتم، به جای گل پا گل گذاشتم، گلی با منی همیشه گل پا. درود به شرفت، به مردانگیت، درود به مردمی که تا پایان با تو بودن و چه بدرودی با تو گفتن. گل پا چه بدرودی با تو گفتن. هیچ سابقه نداره از لحظه‌ای که آگاه شدن در 13 آبان که تو از جهان رفتی، پرواز کردی، یادگار کهن اما همیشه جوان، یادگار کهن همیشه خوشتی، یادگار کهن هنجر طلایی، یادگار کهن جهان گشای آواز ایران. از همون لحظه اول جهان ایرانی آریایی، از ایران و اسرائیل و آذربایجان و تاجیکستان و آمریکا و ژاپن و چین، هر جا که بگی لرزید گلپا و تا هنان بیاد تو هستند. و چه شوری و چه شوقی. این رژیم پلید و زالو صفت تازی 44 سال گلپا را عذاب داد، به خاطر دوستی با پادشاه خواستند اعدامش کنند. دوستانش و همکارانش 100 نفر یک لایحه نوشتند و در اون لایحه خواستار اعدامش شدند. روزهای نخست انقلاب بی خود نبود که گاهی عصبانی می شد از این نامردمی ها. اعلامی دادن، گفتن آقای رو اعدام کنید، خواننده دربار بوده، با شاه رفیق بوده، اعدامش کنید. قاضی بهش میگه دفاع آخرتو بکن. یکی ملای پلید میگه چه دفاع آخری بکنم، میگه تو منو بکش. به قاضی میگه، شیخ پلید میگه، اما اینه بدونیم که خون از شمشیر تو خواهد چکید، تیغ تو آغشته به خون خواهد شد. بارها اینو براتون گفتم، بارها اینو براتون گفتم. حالا گلپا از جهان رفته، بردنش، ولی پروانه ندادند این پلیدها که به وصیتش عمل بشه، به وصیت گلپا. از این جلیقه ها برای من 3 تا آورده، 3 تا مدل مختلف. خاطرش، یادش همیشه با ما هست، در همه جا با ما هست. از همه شما سپاسگزارم، نگذاشتند که به وصیتش عمل بشه. میخواست در آرامگاه خاندانش و خانوادهش به خاک سپرده بشه. بارها اینو در مصاحبه‌هاش گفته،
نگذاشتن، ازش ترسیدن. خواسته بود که مردم بیان از توی خونه بایش بدرود بگن و اینو با خودشون ببرن تا آرامگاه. نگذاشتن. در داخل خانه افرادی رفتند، در داخل خانه، اما نگذاشتن که از خانه مردم مثل فردین، مثل دیگران ببرن گلپا رو. سر دست، آخرین دیدار. پلیدان حتی از پیکر پاک گلپا هم ترسیدند. من اهل پاپیر زدن میدونید نبودم، یعنی چون یه جورایی مثلا خوشم نمیاد این پیران اینجوری میشینه. یاد گلپا زدم، گلپا همیشه خوشتیپ میرفت رو صحنه، خوشتیپ میرفت رو خیابون. در ونکوور بودیم، رفته بودیم رستورانی غذا بخوریم، با آسانسور میمدیم از رستوران پایین، یا هم شاید میرفتیم بالا که رستوران غذا بخوریم. من بودم گلپا و استاد میلاد کیایی عزیزم، سه نفری وارد آسانسور که شدیم، دو تا خانمم امریکایی یعنی کانادایی وارد آسانسور شد، شیک، اونا هم کلاس داشتن میرفتن غذا بخورن. بعد گلپا با ادب با نزاکت اونا درود گفتن، هلو، ایشون هم گفت هلو هاریو. بعد یه خانم گفت ما رو دعوت میکنی به شام یا تو رو دعوت کنیم به شام؟ من و میلاد به هم نگاه کردیم و گفتم میلاد من و تو که مسلطنیم از گلپا. گلپا گفت نه من گرفتارم، چون کنسرت داشت اون شب بسین که برنامه. محبوبیتش همیشه کی بود. یه رازی رو بهتون بگم، نمیدونم میدونید یا نه، یه رازی رو میخوام بهتون بگم، اون اینه که مهستی خیلی عاشق گلپا بود. یعنی اصلا همه میگفتن میخوام من عروسی کنن، بودن نازدش، خیلی عاشق گلپا بود و تعریف میکرد برای من و ضبطم کردم، خیلی چیزا ضبط کردم. میگفت سیاوش اینا رو ضبط. میگفت من وقتی که با گلی دیگه عروسی کردم و خبرش پخش شد و اینا، یهو دیدم هنوز نامزد کرده بود و اینا، دیدم همینجور سنگی که میخوره به شیشه پنجره خونه ما، یه کلمه بیرون کردم، دیدم کی؟ دیدم خانم هایده با خانم مهستی هست. من زمینم گلپا بیا پایین. گلپا بیا پایین. گفتم وای نکنه برم پایین، نمیخوان منو بکشن. اون دوتا هنرمند هم بزرگوار بودن. گلپا میگه دیدم خیلی سنگ میزنم، آمده پایین. گفتم چه خبره؟ هر دوتا آغوش گرفتن، منو در بغل گرفتن و بهم شاد باش گفتن. گفتن داری داماد میشی، باشو به تن درستی. یه نکته ایره که من اینجا بایستی حتما بگم و تأکید بکنم، جدا از این که از همه مهربانیاران سپاسگزارم و واقعا گلپا مال همه ما بود، میخوام از یک رفیق سپاسگزاری کنم. این رفیق تنها کسی بود که یک مطلب خیلی کوتاه یه دقیقه‌ای رفت و بر اساس اطلاعات غلطی که بهش داده بودن صحبت‌های در مورد گلپا کرد که خیلی هم گلپا از این قضیه دلگیر شد
و بعد همین به گونه های مختلف مطرح شد و چه و چه و اینا. گلبایی که همیشه عاشق ایران بود و همیشه برای ایران همه کار میکرد، اون دوستم محمود قربانی است، شوهر اول خانم گوگوش و پدر کامبیس پسرش. بعد همون موقع گلپا اینجا پیش من بود چند سال پیش، من به محمود قربانی تلفن کردم گفتم محمود این چیه؟ گفت بابا این مال قدیمه فلان. میدونم گلپا پیش تو، ازش عذرخواهی کن، بده گوشی من باش صحبت کنم اینا. دیگه گلپا پایین بود، من بالا بودم، ندادم. و بعد دیدم پریروز روز درگذشت پرواز گلپای عزیز، دیدم که محمود قربانی یک مطلب خیلی خوبی، همیشه یه دقیقه اینا میره میفرسته 15 دقیقه برنامه با مونتاژ خیلی خوب رفته و تجلیل کرده است. اکبر گلپایگانی دوستش و همکاری میکردن با هم اینا. من خواستم از محمود اینجا واقعا سپاسگزاری کنم. گلپا همیشه شجاع و نستور و نترس بود. میدونید که ورزشکار بود، جدا از اینکه دانشکده افسری و اینا، ورزشکار بود، رفیق تختی بود، کشتیگیر بود. و من همیشه گفته بودم که سه تا ایار ما داشتیم، دو تاشون رفتن یکی مونده. و شنیده بودم در ایران شما همه جایی بهش یادآوری میکردین، تختی، فردین و گلپا. گلپا هم رفت ایار سوم. وقتی که خود گلپا بود و فردین هم بود، با فردین عزیز که گفتگو میکردم، گفت اکبر پیش توی کی بشه ما بیایم اونجا. داغ آخرین دیدار رو به دلش گذاشتن و اون رو فردین رو از ما گرفتن. از شجاعت های گلپا بخوام براتون بگم، بی خود نیست که گلپا میشه از قهرمانیش. حدود 40 سال پیش، 1996-97، ما رفته بودیم به جنوب فرانسه، هوا خیلی گرم، در شهر نیس، با لیلا فروهر، فرنگیس خانم مادرش بود و فریبا بود خواهرش و خواهر من و برادرام. ما از دریا اومده بودیم بیرون، داشتیم توی یک خیابونای نیس میرفتیم که شام نهار بخوریم، نهار در یک رستورانی. از تو دیدم صدای ایرانی میاد روبروی ما داشت میومد، دیدم گلپاس داشت از روبروی ما میومد. یهو دیدم اون کسی که باهاش بود دست گلپا رو، تا اون ما رو دید گرفت کشید برد اون ور پیاده رو، اون ور خیابون. و اون موقع مثل همین الان رادیو ما رادیکال تون، جنگ ایران عراق هم بود، خمینیش گجستک پلید هم بود، ما خیلی رادیکال علیه نظام صحبت میکردیم. و همونطور که شعبانی میگه اون موقع هم باره که میدیدن میترسیدن از اون خیابون میرفتن، برای من اتفاق میفتد. ولی گلپا رو کشید یکی برد، او از دور مثلا ما رو ندید چی یکیه. او بر خیابون که داشت میرفت دید ما یه میبرد داریم صحبت کنم، یه من دید که ای که بابا اوستای خودمونه، چه در اوستا که اوستا در آغوش کشیدیم. گوی اوستا چون یالو تعوا کرد که از والله رازی و ترس روزی رو انداخته بود. و دو سال بعدش همون دفعه رفت ایران، و بعد وقتی برگشت چون بچه هاش اینجا بودن درس میخوندن، ساغر و ساغی عزیزم که هم در دیما بهشون پیشکش میکنم، سال 1998 بود مشخصا، همین عکس مال اون موقع است، توی کلاب پرسپولیس ما در شانزلیزه است، 88 بود. اومد با پرویز کیایی که باشه رفیقش، رفیق همشگیش، اومد و به من گفت اوستا من دارم میرم ایران، و میرم ایران یک سری کارهای دارم انجام میدم، دو سه ماه دیگه میام که یه کنسرت مشتی خوب تو پاریس بریم و فلانه. گفتم پاریس چه؟ اروپا. گفت آره ما میرم. بعد از کلاب میمدیم بیرون، شانزلیزه موقع من 3 تا 4 تا مغازه داشتم هم در این پاساژ، رفتیم توی کتاب فروشی و گفت از این کتابات بده من ببرم. گفتم که اینا رو که ممنوعه بگیرنتون. اون موقع 3 تا کتاب بود که خیلی فتوش فروش میرفت، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه میکرد، و قرآن سروده به سبک پارسی، قرآنشونه کشیدیم پایین.
و دینداری و خردگرایی و دینداری و خردگرایی و خدا رو هم کشیدیم پایین. جیران جسیان خان دان رجیستقه داد نزن. جیران تخوام اینو تیمو دان. جیران آبروت میره همه جا میشنون. ساکت. از این سه تا کتاب استاد چند تا برداشت، من چند بار تاکید کردم که استاد در مسئله پیدا میکنین ایران. گفت ما هم شد. ایشون تا وارد میشه تو فرودگاه میگیرنش 1988 و همونجاست که در هنگامی که در بازداشت بود ایشون یه سکته کرد و همه ما اندوهگین شدیم اون موقع و چند سالم ممنوع الخروج. این شجاعت گلپاست، شجاعت گلپا تا آخرین نفس داد میزنه که چرا بچه ها رو سانسور میکنید. طرف رفته ماشینش و زندگیش رو فروخته، یک سیدی در آورده، نمیذارید، ممنوعش میکنید تا آخرین نفس. بچه ها خودشون میگفتن، میگفتن ما وقتی تو خونشیم پنجشنبه میشه برنامه تو شروع میشه، همه میگه ساکت ساکت یا برید بیرون، یا ساکت یا برید بیرون. گستاخی و شجاعتش و تازه همه آدم که تو خونش بودن، خب شجاعت تا آخرین لحظه. وقتی که من ترانه ما از تلویزیون چشمای شاه بیدار رو پخش میکردیم، یه بار که پاریس پیشم بود، یکی گفت آیا گلپا آیا اوستو اینا رو پخش میکنه اینا؟ گفت نگاه اینجوری بهش کرد، چی بگی تو؟ چی داری میگی تو؟ ما اینجا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو بهش دادیم، برید ما فرانسه رو بهش دادیم در سنای فرانسه و جوایز بزرگی در سرتاسر جهان گرفت. استاد گلپا اسطوره‌ای بود، تکرار نشدنی. از مهربانیار برادر عزیزم مهندس امیر شجره سپاسگزارم. دستان گرم همه شما رو میفشارم. بدرود و خدا نگهدار. درود به یادگار کهن هنجر طلایی استاد اکبر گلپایگانی و همه شما عزیزانم و مهربانیارانی که مهربانی کردید. شاد و خوش و پاینده و پایدار باشید و با صدای گلپا همیشه حال کنید. گفته بود گریه نکنی هوستا، موسیقی و سپید پوشی در سوک من. گفتم عشق من خودتو نگهدار، نیا پایین منو رسوا میکنی. گلپا مگه میشه آدم عشقش رو نگه داره؟ مگه میشه؟ گفت سپید پوش بیایید و با موسیقی. پرنس رضا پهلوی عزیزم پیام بسیار زیبا و قشنگی داده و همانی کرده است که گلپا گفته بود و خواسته بود، عکسی با جامعه سپید از او گذاشته. پرنس رضا پهلوی. مهربانیاران پاینده باشید.